افزایش موارد خودکشی در ولایت هرات. مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در جریان 6 ماه نخست سال روان شمسی 792 واقعه اقدام به خودکشی را ثبت کردند که 12 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده است. به گفته دکتر عارف جلالی 90% واقعات خودکشی مربوط به جوانان خصوصا زنان است که به گونه مساویانه از نقاط مختلف شهر و ولسوالی ها ثبت شده است. 172 نفر مرد بودند که تعداد هم به حال اضافه شده به اونا و تقریبا 562 نفر هم خانم هایند که اینا در طول این 6 ماهی که از سال جاری گذشته ما اینا راجستر داریم. 6 واقع خودسوزی داریم که عملا خودسوزی در تثبیت است. 5 واقع خانم بودن فوت کردن مکمل نظر به وسعت جراحت از اونا. 1 نفر هم آقا بوده که او هم متاسفانه فوت کرده و ما 2 واقعه داراویختگی داریم. دیگه قضایایی است که در شفاخانه راجستر شده. از مجموعه کسایی که همین دوار به دزاز بلند خوردن از خانم‌ها 4 نفر فوت کرده و از آقایان هم 2 نفر فوت کرده. در اغلب موارد تمایل به خودکشی زمانی به اوج خود میرسد که جوانان تحت فشارهای روحی و روانی قرار میگیرند. ترس از روبرو شدن با مشکلات آنها را وادار به خودکشی میکند. الهام بانوی جوانی است که سال پار به دلیل اختلالات روانی اقدام به خودکشی کرده بود، عملی که او و خانواده اش را متاثر ساخت. اما بعد از بهبودی تلاش دارد تا با مشکلات زندگی مقابله کند. تشویش چیزیه که باعث میشه که انسان نابود بشه. همین تشویش باعث ازی شد که من روی خود کاملا از دست بدم و راکار و هدفی که برای پیشنهادی که من به کسانی که هم نو و هم سن سال من هستن که دچار این اختلال هستن، پیشنهادی که دارم اینه که خود از تشویش دور بسازن. خاطرات تلخ گذشته، اگر کسانی هم هستن عین من شاید این حالت تجربه کرده باشن، تمام خاطرات تلخ گذشته خود از یاد ببرن، با آینده اکتفا کنن، نقطه ضعفی که در گذشته او به نقطه قوت خود تبدیل کنم. آگاهان نیز افزایش مشکلات اقتصادی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، سطح پایین آگاهی خانواده‌ها و اختلالات روحی روانی را از دلایل عمده اقدام به خودکشی جوانان بیان می‌کنند. آسیب پذیری خانم‌ها بیشتر این چیزی که ما در جریان مصاحبه در می‌یابیم، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، میزان بلند بودن خشونت‌ها از محدود ساختن ارتباطات خانم‌ها است. یعنی عقد اساسی به تحصیلات ندارن، عقد اساسی به کار، عقد اساسی به حق انتخاب همسر و خیلی مسائل دیگه. پس محدود ساختن از اینا یک از دلایل بوده که یک خانم دست به خودکشی بزنه. و هم اگر در قسمت مردها بیان بس بکنیم، ضمن از این مسائل، مسائل فقر میتونه خیلی زیاد دامنگیر از این باشه. ما به یک سری از چالش های روحی و روانی هم در جامعه افغانی متاسفانه مواجه هستیم و این چالش های روحی و روانی، یا بگیم که مرض روحی روانی، باعث میشه که زمانی که دختر خانم ها یا آقایان و یا خانم ها زمانی که به او خواسته که میخواین نرسن، یا اینکه فکر کنن که یک عقل از اونها پایمال شده، اگر دیگه راه حلی نبینن متاسفانه دست به خودکشی میزنن. سال گذشته شمسی نیز 1600 واقعه اقدام به خودکشی در بخش‌های مختلف شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده بود که 40 واقعه منجر به مرگ افراد شده بود. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.